شما برید ببینید سن تنفروشی در ایران به چند سال رسیده یازده سال و دوازده سال و وحشتناکه این آمار خیلی وحشتناکه چرا یک دختر بچه دوازده ساله سیزده ساله چارده ساله پونزده ساله چرا باید تنفروشی کنه تنفروشی میدونید یعنی چی؟ یعنی این نیاز داره نیاز اقتصادی داره کسی نیست اینو حمایت کنه آقای خاوری پولش رو برده آقای فلان کس پولش رو برده خامنه پولش رو فرستاده یمن فرستاده نمیدونم سوریه فرستاده فلان جا فرستاده فلان جا فرستاده نمیدونم فلان مرکز ترویج تشیع تو افریقا درست کنن این دختر مگه دوست داره تنفروشی کنه خب این چرا از دین زده نشه وقتی تو خیابون های کلان شهرها میگرده یه ماشینی بیاد اینو سوار کنه و صد هزار دویست هزار پول بهش بده و از اون طرف هم سن و سالهای خودش رو میبینه بهترین ماشین و امکانات و فلان و اینا یا دختر چه میدونم فلان مقام مسئول رو میبینه که در فلان کشور داره زندگی میکنه این چرا باید از دین زده نشه دیروز یک بیننده تماس گرفت گفت همه چی تو ایران گرون شده الا مواد مخدر چرا مواد مخدر انقدر راحت تو ایران زیاد شده خیلی راحت در دسترس هست این هم هم دارن اعدام میکنن اما نتونستن اینا مشکلات اجتماعیه که باعث میشه من دو تا نمونه رو آوردم شما برید بحث طلاق رو نگاه کنید الان تو این چند سال آمار طلاق کم شده من دقیقا هفته قبل تو این موضوع داشتم مطالعه میکردم خیلی برام جالب بود چرا آمار طلاق الان کم شده چون آمار ازدواج از اون طرف کم شده الان مردم متاسفانه روی آوردن به ازدواج سفید چرا زده نشن مردم وقتی دولت هیچ امکاناتی به جوانها نمیده که ازدواج کنن ناخواسته به این سمت میره این نظام ولایت فقی این فقط سه تا نمونه بود از مسائل اجتماعی بیا تو مسائل اقتصادی تو مسائل فرهنگی اینقدر زیاده اینقدر زیاده